طی یک ماه گذشته عملیات گسترده پلیس فرانسه برای مهاجر زدایی از جزیره مسلمانشین مایوت در شرق آفریقا، توجه افکار عمومی و همچنین اعتراضات فعالان حقوق مهاجرین را برانگیخت. این عملیات در جزیره‌ای که خاک فرانسه محسوب می‌شود، اما در شرق قاره آفریقا قرار دارد، انجام می‌شود. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. جزیره مایوت که فرانسوی‌ها آن را دپارتمان 101 خود می‌دانند و جزو سرزمین‌های ماورای بحار به حساب می‌آورند، در جنوب شرقی قاره افریقا ما بین ماداگاسکار و سواحل کشور افریقایی مالاوی و مجمع جزایر کومور قرار دارد. از قرن 13 تا 15 میلادی که مورخین آن را عصر شیرازی می‌نامند، با قدرت گرفتن دریانوردی ایرانیان، حکام ایرانی تبار بر مناطقی در سواحل شرق افریقا حاکم شدند و برخی دولت ملت‌های افریقایی تا پیش از ورود استعمار فرانسه به افریقا خود را مسلمان شیعه و زیر مجموعه فرهنگ پارسی می‌دانستند. ماداگاسکار، جزیره مایوت که عرب زبانان آن را برگرفته از موت می دانند و مجمع جزایر کومور که عرب زبانان آن را قمر می نامند، همه مسلمان نشین و دارای ریشه های فرهنگی و زبانی ایرانی به ویژه شیرازی هستند. در سال 1976 طی رفراندومی ساکنان جزیره مایوت به الحاق به خاک فرانسه رأی دادند، حالان که مردم ساکن در جزایر کومور و ماداگاسکار استقلال خود را از استعمار فرانسه گرفتند. به دلیل اتصال به خاک فرانسه، سطح رفاهی زندگی در این جزیره نسبت به ماداگاسکار و جزایر کومور و سواحل افریقایی فاصله زیادی پیدا کرد و طی دهه‌های اخیر میزان مهاجرت از افریقا و جزایر همسایه به مایوت تشدید پیدا کرده است و دولت فرانسه با اعمال مقررات مرزی اتحادیه اروپا در این جزیره در شرق افریقا اصرار دارد که آمد و شد به این جزیره را تحت کنترل در بیاورد، تلاشی که طی سالهای اخیر هرگز موفقیت آمیز نبوده است. در حاشیه شهرهای اصلی جزیره مایوت شهرک‌هایی از مهاجرین شکل گرفته است که پلیس و مقامات امنیتی فرانسه آنجا را علاوه بر محلی برای جذب مهاجرین غیرقانونی آن شهرک‌ها، مراکز رشد بزهکاری می‌دانند. عملیات گسترده پلیس ضد شورش فرانسه برای تخریب این شهرک ها با مقاومت ساکنین مواجه و تا مرز خشونت از هر دو طرف هم پیش رفت که نهایتاً دادستان دستور توقف عملیات را صادر کرد. این توقف البته به درازا نکشید و بعد از آرام شدن معترضان عملیات تداوم پیدا کرد. مقامات پاریس میگویند در سال 2019 با مقامات کومور توافقی برای کنترل عبور و مرور به مایوت امضا کردند که مسئولان کوموری عملا آن را اجرا نکردند و متقابلا مقامات کومور میگویند عبور و مرور در جزایر آن منطقه از حقوق اولیه ساکنان قدیمی آن است که با همدیگر پیوندهای خیشاوندی و تاریخی و مذهبی دارند و اعمال مقررات سخت گیرانه مرزی اتحادیه اروپا در آن جزایر و در نزدیکی سواحل شرقی افریقا عملا غیر ممکن است. سعید بهاری، اخبار شیعه. در همین راستا گفتگویی داشتم با سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار ساکن پاریس، و از ایشان پرسیدم سیاست‌های مهاجر ستیزانه دولت فرانسه و اتحادیه اروپا ناشی از چیست و تا کجا پیش خواهد رفت؟ با سلام خدمت مخاطبان و بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام و اخبار شیعه، در پاسخ به پرسشتون باید خدمتتون عرض کنم که سیاست‌های مهاجر ستیزانه دولت فرانسه و اتحادیه اروپا ناشی از نوعی نگاه نجات پرستانه و نوعی نگاه از بالا به پایین به سایر ملیت‌ها و نژادها و کسانی است که برای مهاجرت میان
و به ویژه اینکه هر موقع راست افراطی در کشورهای اروپایی دست بالا رو پیدا میکنن، به ویژه الان در ایتالیا دست بالا رو پیدا کردن و نخست وزیر ایتالیا که یکی از کشورهایی است که در مدیترانه بالاخره مقصد اول مهاجرین هست و در فرانسه و در جای دیگه هم قدرت هایی رو کم و بیشتر اختیار دارن، تلاش میکنن که سختگیری ها رو بالا ببرن و نگران این هستن که به هر حال موج مهاجرت که از مسلمان ها هستند و تولد و توارثشون در واقع بیش از جمعیت مسیحی ساکنین اروپای غربی هست، در آینده بافت جمعیتی تغییر کنه و اروپای غربی سرزمین هایی بشه که مسلمان ها در واقع در اونجا به اکثریت برسن، که چنین مهاجر حراسی و مهاجر ستیزی رو تبلیغ و ترویج میکنن و تلاش میکنن که این رو بهانه ای قرار بدن برای ایجاد موانع برای مهاجرین. تا کجا پیش خواهد رفت؟ به نظر میرسه که هر چه که راست افراطی بالاتر بیاد و قدرت بیشتری رو به دست بگیره، این موانع و این سنگ اندازی ها و این ایجاد موانع غیر انسانی و غیر منصفانه بر سر راه مهاجرین بیشتر و بیشتر خواهد شد، تا جایی که قوانین رو سختگیرانه تر میکنن، صدور ویزا رو سخت تر میکنن و حتی به اونهایی هم که ویزا بدن امکاناتی رو در ابتدا نمیدند که اونها پابند نشن در اینجا و برگردن به سرزمین هاشون، و تمام تلاششون اینه که موج مهاجرت مسلمان ها به منطقه اروپای غربی رو کمتر و کمتر بکنن. با چه توجیه و استدلالی دولت فرانسه میتواند مقررات سختگیرانه مرزی شنگن و اتحادیه اروپا را در یک جزیره مسلمان نشین در شرق آفریقا اعمال کنه؟ با این توجیه و استدلال که دولت فرانسه اسمن استعمار رو در مستعمرات سابق خودش پایان یافته اعلام کرده و به نوعی این استعمار در اشکال و انواع و روکش‌های گوناگون همچنان ادامه داره، یک جزیره‌ای در شرق افریقا بین چند تا جزیره دیگه وجود داره با سابقه اسلامی و پیشینه‌ای که در گزارش شما هم بود و پیوندهای خانوادگی و قومیتی که بین ساکنین این جزیره و جزایر نزدیکی، شاید فاصله شون بعضن 10-20 کیلومتر هم بیشتر نیست، اینقدر این جزایر به هم نزدیکن در اونجا. این جزایر رو خاک فرانسه میدونن و میخوان اعمال مقررات مرزی اتحادیه اروپا رو در جزیره‌ای در شرق افریقا بکنن که چنین چیزی عملا امکان نداره تحقق پیدا بکنه و با بگیر و به بند و با خشونت و با تخریب آلونک ها و حلبی آباد هایی که شکل گرفته از این مهاجرین دارن دنبال میکنن، که در یه مقطعی همونطور در گزارش شما بود دادستان دستور توقف این برخورد های خشونت آمیز داده، ولی مجددا اینها کار رو دارن ادامه میدن به بهانه این که اونجا بزهکاری ایجاد شده، به جای اینکه مشکلات رو با تدبیر و با برنامه‌ریزی حل بکنن. معمولا این قدرت ها از زور و فشار و خشونت و سرکوب استفاده میکنن، در حالی که برای همون حلبی آبادها و آلونک نشین هایی که در هماها شکل گرفته راه حل های وجود داره، در افکار عمومی در مطبوعات فرانسه هم این راه حل ها طرح شده، در میزگرد هایی در رسانه های فرانسه هست این مسائل طرح میشه و پاسخی براش وجود داره، ولی وزیر کشور فرانسه که انسان اقتدارگرایی هست تلاش میکنه با زور پلیسی این معضلات اجتماعی رو حل کنه، در حالی که بسیار از متخصصان بر این باورن که زور پلیسی و فشار پلیسی و سرکوب و خشونت و تخریب و بازداشت و اخراج در اون منطقه قطعا جواب نخواهد داد، که در هیچ جای دنیا جواب نداده است. آیا تداوم استیلا و حکمرانی فرانسه بر این جزایر ماورای بحار که بعضن هزاران کیلومتر با خاک
اصلی فرانسه فاصله داره، نوعی تداوم استعمار فرانسه بر این جزایر نیست؟ بله، به معنی تداوم استعمار هستش و هر سه استعمارگر بزرگ دنیا، فرانسه، انگلیس و اسپانیا، از هیچ کدوم از مستعمرات خودشون به خواست خودشون و با تمایل خودشون نرفتن، یا انقلاب‌های استقلال طلبانه مردم بوده که اینها رو بیرون کرده، یا جنگی صورت گرفته مثل الجزایر، جنگ طولانی و خونینی که صورت گرفته. در موارد اینها با ژست دموکراسی در واقع تلاش کردن که بگن که ما با رفراندوم ادامه دادیم حضورمون رو در اونجا. در مایوت اعلام میکنن که با رفراندوم بوده و مردم با رفراندوم رأی دادن که الحاق به خاک فرانسه داشته باشن، در حالی که در همون رفراندوم هم اما اگرهای زیادی هست. بسیاری از فعالان هویت‌گرای جزیره مایوت که در رسانه‌ها میان صحبت میکنن معتقدن که این رفراندوم در شرایط خاصی بوده و در حالت کنونی اگر این رفراندوم انجام بشه بسیاری از ساکنین مایوت تمایلی بر ماندن و اتصال به خاک فرانسه که فاصله خیلی زیادی با اونجا داره و در موارد زیادی به خدمات اجتماعی و فرهنگی و اداری این جزیره با آنچه که در خاک فرانسه انجام میشه باز فاصله خیلی زیادی داره و تبعیض‌ها و محرومیت‌هایی در خصوص ساکنین مایوت و سایر سرزمین های ماورای بهار که همچنان اسمن عضو و پیوسته به خاک فرانسه هستند اما تفاوت های زیادی دارن از نظر اقتصادی، از نظر خدمات اجتماعی، از نظر رفاه اجتماعی با متروپول و خاک اصلی فرانسه. در نتیجه این استعمار نوین فرانسه همچنان بر این سرزمین های ماورای بهار وجود داره و تبعیض ها وجود داره و علی رغم وعده هایی که داده شده و بازدید هایی که رؤسای جمهور از این سرزمین های ماورای بهار انجام میدن و قول هایی که هر دفعه میدن، تقریبا هیچ کدوم از اون قول هایی که هر رئیس جمهور جدید فرانسه میاد و در این جزایر میده عمل نمیشه و تبعیض ها و فاصله های اجتماعی همچنان زیاد هستش و فرانسه استیلای خودش رو بر این جزایر تداوم میده به دلیل اینکه منفعت های سیاسی، اقتصادی و به ویژه استراتژیک داره و پایگاه های نظامی داره و تلاش میکنه حضور خودش رو در نقاط مختلف در اقیانوسیه، در اطراف افریقا، در جاهای مختلف تداوم بده بر پایه همین جزایر ماورای بهار.